بازی مرگبار. آیا وقتش رسیده است؟ آری، چرا تردید میکنی آنتوان؟ ثروت او در اختیار تو خواهد بود. میتوانی به خواسته هایت برسی و در ضمن این زن جنایتکار را به سزای خود برسانی. اگر بیگناه باشد چه؟ چه تفاوت دارد؟ بیگناه هم که باشد، باز هم زندگی تو را بدل به جهنم کرده است. ثروت او مال توست، آن را به دست بیاور. دستم می‌لرزد، دلم می‌لرزد، تمام وجودم می‌لرزد. نمی‌توانم او را بکشم. نباید دستت بلرزد. محکم باش، شلیک کن. باید به او فرصت دیگری بدهم. احمق نشو. کدام فرصت؟ بهترین هدیه برای او مرگ است. زمان از دست می‌رود. ممکن است کسی برسد. اگر بیگناه باشد چه؟ گناهکار است. من میگویم به من اعتماد کن، به شیطان ایمان بیاور. میترسم. بکش. اگر بیگناه باشد؟ بکش. ولی بکش. 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 کیست؟ مأمور قانون، باز کن. درو باز کن. گرفتار شدم. زن بیچارم را کشتم. کجاست این شیطان؟ پس چرا فرار کردی ای ترسو؟ ای خواهد زن بیچارم، زن بیچارم را کشتم. به نام قانون شما را به اتهام قتل همسرتان دستگیر می کنم. همسر دیدید چه راحت سخنان مرا پذیرفت؟ شما هم فکر نکنید که تواناتر از او هستید. من به راحتی در اندیشه تک تک شما رسوخ می کنم و شما را وادار به کارهایی می نمایم که هرگز نمی خواهید انجام دهید. از شیطان گریزی نیست. همگی خسته نباشی. سلامت باشی. آقای یزدی، تو این تپانچه چی میریزی؟ صداش گوشم رو ترکند آقا. بالاخره باید صدای گلوله به گوش تماشاچی برسه شازده. اگه ترقه بذارم خودت هم صداشو نمیشنوی ببم جان. ولی آقا جان، من یک ماه هر شب باید این تپانچه رو شلیک کنم. باید فکریم به حال گوش من بکنی. ناراحت نباش، از فردا پنبه بذار تو گوشت. اون وقت دیالوگای تو و این مادام ایران رو چطوری بشنوم؟ هنرپیشه واقعی کسیه که تمام لحظات پیس رو حفظ باشه. بچه ها خسته نباشین. سلامت باشین. نسبت به چند شب قبل خیلی بهتر شده. بهترم میشه آقای فکری.
فقط آقای فکری به فکر تپانچه و گوش بندم باشی. صداش زیاده. بله آقا، از عزودی بپرسین توش چی میریزه. چی توش میریزی؟ هیچی، باروت سیاه و یه تیکم کنه، بعدم سنبه میزنم. همین، من که نمیسازمش، باروتو برام گرفتن. از کجا؟ از نظمیه، تقاضانامه دادیم، یه مقدار باروت تحویل دادم. بندازی 30 شب نمایش. سلام به همه. سلام. بونسوار. خسته نباشین خانم سیمنون، امشب بازیتون خیلی خوب بود. فقط موقع مردن سعی کنید طبیعی تر بیفتید. افتادن خوب نیست؟ از فردا بهتر کار میکنم. بوی بونسوار. خدا حافظ شما. به هر حال صداشو کمی بیار پایین، راحت اگه گوشترد بگیره کارمو میخواه. باشی. راستی های فکری، وضع بیلیت چطوره؟ خب تمام صندلی ها پر بود، چند شب دیگه باید سانس فوق‌العاده بزنیم. انشالله. چیه؟ حرف خنده‌داری زدن؟ آخه تو تنها شیطونی هستی که میگه انشالله. متشکرم. شما این پیس وسوسه شیطان دیدین؟ تو گراند سینما نمایش میدن. یا آرتیست فرانسوی هم داره. اسمش چیه؟ مادام ایرن سیمنون. حتما از فک و فامیلای همون مادام هلنای هتل پاریسه. تو چرا فکر میکنی هر فرانسوی که به تهران میاد از اقوام مادامه؟ خب آخه فرانسویه دیگه. خیلی دوست دارم اینجور نمایش ها رو ببینم، ولی عیبش اینجاست که نه وقتشو دارم نه پولشو. که دومی خیلی مهمتر از اولیه. شما چی، تئاتر نمیرین؟ اگه وقت کنم چرا؟ دخترام خیلی تئاتر دوست دارن، مخصوصا نمایشات سیاه‌بازی رو. ولی فعلا درگیر نمایش غم‌انگیز و مهمتری شدم. دوسیه جدید رسیده؟ جدید که نیست، تقریبا خاتمه یافته. ماجرای ادعاهای غضنفرخان رمال در ورامینه. همون که ادعا میکرد یه درم دور خودش جمع کرده بود؟ بله، 24 نفر تو دعوای موافقین و مخالف این بابا کشته شدن. قاتلین رو اعدام کردن، اما هنوز یک نکته مبهمه. چی فرمودین قربان؟ اینکه خود غضنفرخان هنوز تو زندانه و حکمی براش نرسیده. تمام فتنه ها رو اون به پا کرده، ولی از دام اعدام گریخته. من مشکوک شدم که این مردک کذاب رو برای چی زنده نگه داشتن. شاید برای روز مبادا، ولی به هر حال دوسیه بسته شده. حالا شما چرا دنبال میکنین دیگه من نمیدونم. کنجکاوی سرکار آسپیرم. کنجکاوی؟ وسوسه شیطان. ببخشین آقا علوی، شما تو گراند سینما آشنایی ندارین که ما بریم یه نمایش مفتکی ببینیم؟ خودمون که وسعمون نمیرسه. آیا وقتش رسیده است؟ آری. چرا تردید میکنی آنتوان؟ ثروت او در اختیار تو خواهد بود. می توانی به خواسته هایت برسی و در ضمن این زن جنایتکار را به سزای خود برسانی. اگر بیگناه باشد چه؟ چه تفاوت دارد؟ بیگناه هم که باشد، باز هم زندگی تو را بدل به جهنم کرده است. ثروت او مال توست، آن را به دست بیاور. دستم می لرزد، دلم می لرزد، تمام وجودم می لرزد. نمی توانم او را بکشم. نباید دستت بلرزد، محکم باش، شلیک کن. نه، باید به او فرصت دیگری بدهم. احمق نشو. کدام فرصت؟ بهترین هدیه برای او مرگ است. ممکن است کسی سر برسد. ولی اگر بیگناه باشد؟ به شیطان ایمان بیاور. میترسم. بکش. نمیتوانم او را بکشم. بکش. ولی بکش.
عالی بود. دیدی چقدر خوب افتاد؟ چیست؟ خیلی طبیعی افتاد. آفتاد. آه خدای من. گرفتار شد. زن بیچارم را کشتم. کجاست این شیطان؟ مادام ایرن این بار خیلی عالی افتاد. باید تشویقش کرد. در را باز کن. نه. برا میگیرند. به محکمه میبرند. هرگز در را باز نخواهم کرد. نه. من بیگناهم. به نام قانون شما را به اتهام قتل همسرتان دستگیر میکنم. نه همسرم چون دیدید چه راحت سخنان مرا پذیرفت. شما هم فکر نکنید که تواناتر از او هستید. من به راحتی در اندیشه تک تک شما رسوخ می کنم و شما را وادار به کارهایی می نمایم که هرگز نمی خواهید انجام دهید. از شیطان گریزی نیست. بری جلوی پرده. بری جلو. چیه؟ چرا مادر میرن بلند نمیشن؟ مادر میرن مثل اینکه از حال رفتن. چی بیره؟ بدش من مثل اینکه حالشون بده. چی شدی شده؟ آقای فکری؟ بله خودم. شما رژیسور این نمایش هستین؟ بله. از کی نمایش رو شروع کردین؟ امشب پنجمین شب نمایش بود. قرار بود حداقل 30 شب ادامه داشته باشه. چه مصیبتی. از کی تمرین نمایش رو شروع کردیم؟ ما به طور فشرده تمرین میکردیم حدود 3 هفته. خانم ایرن سیمنون به دعوت شما به ایران آمد؟ خیر، توسط یکی از دوستانم در پاریس مطلع شدم که ایشون مایل هستن در یک نمایش یا فیلم فارسی بازیگری کنن. فارسیرم به دلیل اینکه دوستانی در پاریس داشتن بلد بودن. منم خوشحال شدم و این موضوع رو با صاحب گراند سینما در میان گذاشتم. بعد از ایشون دعوت کردم. خوشبختانه دستمزد اندکی هم پیشنهاد داده بود. گویا فقط تجربه بازی در یک نمایش ایرانی رو دوست داشت. خب بازی کردن در ایران یا پیس ایرانی، چون ظاهراً پیس شما فرنگیه. در مورد اول بازی در ایران، پیس ما ترجمه ایه از پیس وسوسه شیطان اثر خانم کنسپسیون سالازار اسپانیایی. متشکرم. کی تپانچه رو شلیک کرد؟ آقای پرویز خان راحت. ایشون نقش شوهر حسود مادام ایرن رو بازی میکردن. با این تپانچه شلیک شده قربان. به چیز مشکوکی بر نخوردین؟ در این مراحل خیر. تپانچه رو به قسمت تحقیقات میدیم تا بررسی بیشتری کنن. راپورت کار رو به من بدین. اطاعت. خواهش میکنم. بفرمایید. آقای راحت، میدونم که حالتون برای سوال جواب مناسب نیست، ولی ناچارم چند سوال اولیه از شما بکنم. بفرمایید. شما خانم ایرن سیمنون رو از قبل میشناختین؟ خیر. رابطتون با مرحومه چطور بود؟ مثل بقیه بازیگران؟ آقای کارگو بدبخ شد. نجاتم بدین آقای کارگو. به خدا من قاتل نیستم. فنا شدم. آیندم زندگی زرم بچه ها همه جه. بفرستین ایشون برن. فردا ازشون استنتاق میکنم.
من که حرفی ندارم ولی بله حق با شماست. سرکار کوهی. بله قربان. هم بفرمایید. آقای عزودی و آقای راحت آزادن که برن، ازشون تعهد بگیر که فردا صبح خودشونو به اداره تامینات معرفی. اتحاد کنم. سلام قربان. صحبتون بخیر. سلام سرکار اسپیران. از ماجرای گران سینما چه خبر؟ به نتیجه‌ای رسیدیم قربان؟ یه قتل اتفاقی، حداقل ظواهر امر اینطوری گواهی میده. تازه داشتم نقشه میکشیدم که جمعه با اهل و عیال بریم به دیدن نمایشنامه. از این نمایش ها زیاد نشون میدن. امروز بازیگر و مدیر صحنه نمایش رو میارن اینجا. از هر دو در مورد حادثه دیشب تحقیق کن. من شما میخواین جایی تشریف ببرین؟ بله میرم به گراند سینما. باید دنباله تحقیقاتم رو انجام بدم. خداحافظ. قربون شما. خداحافظ قربون. خانم ایرن سیمنون کجا ایستاده بود؟ جلوی اون مجسمه. به حالت خلسه فرو میرفت، چشماشو میبست، بعد باید شوهر حسود به وسوسه شیطان اونو میکشت. آقای شلیک شما متوجه موضوع غیرعادی نشدین؟ خیر، همه چیز مثل هر شب بود. منظورت چیه که میگی همه چی مثل هر شب بود؟ یعنی مثل هر شب من شلیک کردم، صدای گلوله اومد و دود بارود از لوله بیرون زد. موقع شلیک حس نکردی که تپانچه ضربه بزنه؟ ضربه؟ من منظور شما رو نمیفهمم. که اینطور. ببین جانم، وقتی گلوله واقعی تو تپانچه باشه، تپانچه در اثر گاز بارود ضربه به عقب و دست تیرانداز میزنه، یا به اصطلاح خودمون لگد میزنی، ولی با چاشنی و باروت و یه تیکه پارچه همچی حادثه اتفاق نمیفته. باور کنید من متوجه نشدم. آقای مالکی دستمو گرفته بود. مالکی دیگه کیه؟ بازیگر نقش شیطان. مادام ایرن همینجا که مامورای شما خط کشیدن افتاده. خانم یزگردی بازیگر پیس ایشونو برگردون دیدیم پشته شده. اون تمام لباسشو پر کرده بود. فکر میکنه این قتل عمدی بوده؟ نمیدونم، ولی اگر عمدی بوده واقعا چه کسی خواسته مادام ایرنو بکشه؟ دو نفر متهم ردیف اول هستند، پرویز خان راحت و آقای عزادی مدیر صحنه. ولی چرا من؟ تپانچه و چاشنی و بارود تحویل شما بوده. اگه گوله واقعی تو تپانچه قرار گرفته شما باید مطلع میشدین. به خدا من هیچ خبر ندارم. به خدا قسم من گلوله داخل تپانچه نذاشتم. ده پس کار کی بود آخه؟ من نمیدونم. به هر حال آقای فکری، تصور میکنم آقای راحت و عزودی به جرم قتل غیر عمد برن به حبس، بنابراین باید فکر افراد دیگری برای نمایش باشه. عجب فاجعه، تازه داشت نمایش رونق میگیره، حالا از کجا باید جانشین برای مادام ایرن و پرویز خان راحت پیدا کنم؟ به نتیجه رسیدی سرکار اسپیران؟ فعلا که خیر بود. هر دو مدعی هستن که بیگناه هن. به هر حال من دوسیه اولیه رو تهیه کردم. به نکته زد و نقیزی که بر نخوردی. خیر قربان، فقط این عزودی به نظرم مشکوک اومد. چطور؟ حدس میزنم اون یه چیزایی میدونه که نمیخواد بگه. بسیار خوب، خوبه. فرصت بیشتر برای استنتاج از اونا رو داریم. من برای نهار میرم به هتل پاریس، بعد برمیگردم اداره. خوش بگذره قربان.
بندم برای صرف نهار میرم پیش عباس جگرکی. خیلی وقت بهش سر نزده. ببخشید آقای کارگاه، سالن گران سینما تا کی باید بسته باشه؟ امیدوارم فردا تحقیقات ما تموم بشه. بیچاره این خانم فرانسوی بی خود و بی جهت مرد. هر کس ساعت معینی برای مرگ داره. بله، از اون ساعت گریزی نیست. شما فکر میکنید بتونید قاتل اون زن فرانسوی رو پیدا کنید؟ امیدوارم. هرچند قتل تصادفی به نظر میرسه ولی به خیلی ها مشکوکم. شما خانم ایرن سیمنون رو میشناختین؟ وی موسیو علوی، مادرش مختار رو میشناختم. البته همیشه رولای پیک داشت. چند تا پیسم با سارا برنار بازی کرده بود. چه برنامه های شلوغی بود. وقتی من و شوهرم با اتومبیل شاه قاجار مظفرالدین شاه به ایران آمدیم، ایرن 5 سالش بود. پس 30 سالی بود خانم سیمنان را ندیده بودین. وی مختگاهی برام کارت پستال میفرستاد. میخواست ایرن رو بذاره فکولته السنی شرقی تا زبان فارسی و ترکی یاد بگیره. شنیده بود که زنای فرانسوی تو درباره عثمانی و ایران خیلی طرفدار دارن. میخواست ایرن به عنوان عکاس یا ندیمه بیاد مشرق زمین، هم خوب زندگی کنه هم پول زیادی به دست بیاره. ولی نشد. بعد از سالها هم که اومد اینجا فقط دنبال محل مرگش اومده بود بیچاره. گلوله از این قسمت بدن وارد شده، تقریبا از سمت راست و از قفسه سینه زده بیرون. قلب در اثر اصابت گلوله پاره شده و مرگ آنی بوده. پس قدرت گلوله باید زیاد بوده باشه، چون از یک سمت بدن وارد شده و از سمت دیگه خارج شده. از اون فاصله کوتاه هر اسلحه ضعیفی دارای قدرتی زیاد خواهد. راپورت شما کامل شده؟ بله، تمام موارد رو نوشتم. متشکرم بهتون. فکری بلده. ممکنه یه دفعه دیگه محل آخر ایستادن آقای مالکی و آقای راحت رو به من نشون بدید؟ البته. در این قسمت ایستاده. چیز غلط در اینجا وجود داره که من باید پیداش کنم. چیز غلط؟ مهم نیست. شما در این ماجرا به کسی مظنون نیستین. مثلا ارتباط خاصی بین خانم سیمنون و یکی از بازیگران یا کادر پشت صحنه وجود نداشته؟ بازیگران که خیر، ولی من به آزادی مشکوک هستم. چند ملاقات پنهانی با مادام ایرن داشته. من یکی دو بار بهش تذکر دادم ولی هیچ توجهی نکرد. مثلا
چه ارتباطی ممکنه با هم دیگه داشته؟ نمیدونم. ماجرای قتل در گران سینما چی بوده؟ تا اینجا فقط یک تصادف، اما اگه تحقیقاتم به نتیجه برسه قضیه فرق خواهد کرد. یعنی قتل عمد؟ بله. خانم شما را به خدا این دختراتون صدا بزنید، رفتن تو باغچه تمام سبزه ها را لگد کردن، حالا اون به جهنم، میترسم سرما بخورم. خیلی خب مشکا زین، اینقدر جوش نزن صداشون میکنم. دخترها زود فوری بیان تو. عجب گرفتاری شدیم، هر چی بهشون میگم گوش نمیدن. چی شده مشکازم؟ باز بچه ها اذیت کردن؟ ای آقا بس که این دوتا ماشالله شیطان هستن، هر چی بهشون میگم به خرجشون نمیره که نمیره. وقتی که شما تف بودین معقول نظم و ترتیبی داشتید، هر گوش میکردید بزرگتر کوچکتر حالیتون بود. نه مشکازم، بچه ها همه شیطونن. فرقش اینه که تو اون موقع سنت نصف حالا بود. شما میگین آقا، ولی من خوب یادمه که شما از این شیطنتا نداشتیم. شاید. ببخشین آقا، این همون گلوله است که خورده به ملاج اون آرتیست فرنگیه؟ ملاج نه، سینهش در جا هم مرده. خدا رحمتش کنه. تف که بودیم آقا، در منزل دایان ما یه سقط فروشی بود که مدام بازنش بگو مگو داشت. بعدم یک روز خبردار شدیم ای دل غافل، طرف زنشو کشته، اونم با غندان. پرسجو کردیم فهمیدیم که زن بیچاره برای اینکه دل شوهرش به دست بیاره رفته بود پیش رمال، به دستور رمال پی شغال و فضله موش ریخته بود تو غذای شوهرش. شوهرم فهمید، با غندان زد تو گیجگاه عیالش، در جام تمام کرد. بله. مشکازم برو مواظب بچه ها باش، با کفش گلی نیان داخل، قربونت برو. ای داد بیداد، خوب شد. آره. گفتی. آره. با اجازه. آره. سلام قربان. سلام. دوسیه استنتاق از پرویز خان راحت و محمود عزودی. این دو نفر الان کجا هستن؟ تو زندون نظمیه. دوسیهشون که تکمیل شد میرن محکمه، ولی من به عزودی بیشتر از اون یکی مظنون هستم. باید با هر دو صحبت بکنم. یه نقطه تاریک تو این ماجرا هست که فکرمو مشغول کرده. باشه قربان. به خدا کمکم کنید، من قاتل نیستم، من اینجا دیوونه میشم، هر کاری بگید میکنم، فقط من از اینجا ببرید. آروم باشید. به من رحم کنید، من زن بچه دارم، زنم از قصه دق میکنه، بچه هم یتیم میشن. شما رو به خدا منو رها کنید. آروم باشید، کاریز شده، تا ماوقع روشن نشه شما حبس خواهید. چند روز بیشتر طول نمیکشه. من بی گناهم، من بی تقصیرم، من گلوله واقعی تو تپانچه نذاشتم، باور کنید. البته من شما را متهم نمی کنم،
حالا آروم باشید و به چند سوال من جواب بدید. بروی چشم، صد تا سوالم بکنین جواب میدم. فقط منو از این قبر ببرین بیرون. من اینجا دیوونه میشم، میمیرم. هرچی بیشتر با من همکاری کنید امید خلاصیتون بیشتر. شب حادثه به چیز غیرعادی و مشکوکی برنخوردیم؟ خیر، همه چیز مثل همیشه بود. به کسی هم مظنون نیستیم که بخواد ماجرا را به گردن شما یا محمود عزادی بندازه؟ نه به خدا، من کیو متهم کنم؟ من سرم به کار خودم بوده، همیشه همینطور هستم. مقتوله با آقای عزادی رابطه خصوصی نداشته؟ نمیدونم، من که گفتم سرم به کار خودم بوده. به خدا من بیگناهم، بیگناهم، باور کن. لطفاً حواستون رو خوب جمع کنید و به این سوال من درست جواب بدید. شما باروت و چاشنی انفجار رو از کجا تحویل گرفتید؟ از قورخونه اداره نظمیه تحویل گرفتم قربان. ولی به نظر میاد که شب ماجرا غیر از باروت یک گلولم تو تپانچه بوده؟ ببینین قربان، بنده هر شب یک مقدار بارود و یک مقدارم کهنه با هم میذاشتم توی لوله و چند تام سنبه میزدم. رژیسور نمایش اظهار کرده شما احتمالاً ارتباط مشکوکی با مقتوله داشتید. تصدیق میکنید؟ بنده قربان دارای همسر و سه دختر هستم و دخترام هم هر سه دم بختن. از این گذشته قربان، اون خانم فرانسوی میتونست با اشخاص خیلی بهتری معاشرت داشته باشه قربان. پس دلیل ملاقات های مخفی شما و خانم سیمنون چی بوده؟ بنده با کسی از این حرفا نداشتم آقا، هیچ وقت. این کار بیفایده است. قبل از اینکه وضعتون وخیم‌تر بشه واقعیت رو به من بگید. ولی باور بفرمایید که چیزی نبوده، یعنی چیز مهمی نبوده. بسیار خوب. راستش مادام سیمنون از همون بد به ورود با من گرم گرفت. اول ترسیدم. بنده به ایشون گفتم که مواظب رفتارشون باشن. اون به من گفت که در مقابل انجام یه کار کوچیک میخواد به من پول بده. چه کاری؟ براش در مورد یه شخص تحقیقاتی بکنم. خب منم انجام دادم، بی پول بودم. اون کار رو انجام دادم، به علاوه اینم میدونستم که اون کار غیر قانونی هم نیست. پس چرا پنهان کاری میکردیم؟ خود مادام سیمنون اینطور خواسته بود. تحقیق در مورد کی بود؟ در مورد یه شخصی مهم، البته خیلی مهم. اسمش چیه؟ با سکوت کار خودتون رو سخت‌تر میکنید آقای عزادی. نه آقا، خواهش میکنم، اندازه کافی درد سر برای خودم درست کرد. مطمئن باشین که این راز بین شما و من میمونه. نه آقا، اینو از من نخواهید. حتی اگه منو کتکم بزنین من نخواهم گفت. من شما رو کتک نمیزنم آقای عزادی، ولی میتونم به شما اطمینان بدم که بقیه ماموران نظمیه مثل من نیستن. اونا به راحتی با لگد دندوناتون رو میریزن تو دهنتون. باشه باشه، با وجود این من چیزی نمیگم. نگه بارم در باز کنم. چشم باز کنم.
سلام جناب کارگاهی، روز بخیر. سلام. از بنده چه خدمتی ساخته است؟ خب لطفاً کلید اتاق خانم ایرن سیمنو. اتاق شماره 214. اتاق خانم سیمنون در این مدت بسته بود؟ خیر قربان، دیروز یه نفر از پلیس سیاسی اومده بود برای تفتیش. اسمش؟ نمیدونم قربان، یا آسپیران بود. سلام مادام، بفرمایید. می‌خواستین منو ببینید؟ بله، بله. زحمتی براتون دارم. چند نامه کوتاه به زبان فرانسه است. امیدوارم در نهایت رازداری اونا رو برای من ترجمه کنید. البته. از جایی کشف شده؟ بله، از اتاق خانم ایرن سیمنون به دست آوردم. برای همین آوردم اینجا تا شما برام بخونین. نامه های خصوصی بین ایرن و یک ایرانی باید مال 5 سال قبل باشه. اسم طرف مقابل درد شده. وی عبدالحسین خان دیبا. بسیار خوب، نامه ها رو برام بخون. سلام آقای کارا. سلام، من دوباره به اینجا آمدم تا ازتون بخوام با من حرف بزنم. بنده یه دفعه عرض کردم که نمیتونم حرف بزنم. من مدارک تازه‌ای به دست آوردم، از اون جمله اسم شخصی که شما اجیر شدین در موردش تحقیق کنید. نه، دروغه. شما هیچی گیر نیاورد. اینم از کلک های همیشگی پلیس است. من دروغ نمیگم آقای آزادی. اگه اشتباه نکنم اسم فرد مورد نظر عبدالحسین دیباست. دیگه دارم میزنم، منو میکنش. چند تا سوال از شما دارم. اگه حقیقت رو بگین به شما کمک میکنم، و اگه مثل دفعه قبل دروغ بگین دوچار بدوضعی میشین. من بی تقصیرم. من خانم سیمنونو نکشتم. من فقط براش از اون شخص چند تا راپورت تهیه کردم. این آقای دیبا کیه؟ آیا همون شخصیه که الان رئیس دایره محاسبات وزارت درباره؟ بله خودشی، دست راست و همکاری جناب تیمورتاش وزیر دربار. جناب تیمورتاش هم که مقتدرترین فرد ایران بعد از شخص پادشاه است. خانم سیمنون با بد کسی در افتاد.
تحقیقات شما در چه مورد بود؟ خانم سیمنون میخواست بدونه که آقای گیبا همون شخصی که در پاریس ایشون میشناختن ایشون. مگه خودش قبلا تحقیق نکرده بود؟ چرا، ولی میخواست مطمئن بشه. خب گویا قصد اخاذی داشت. این دو در زمانی که همین آقای دیبا بی پول بود و هنوز به پست و مقامی نرسیده بود، مدتی با هم دوست بودند. گویا در این مدت مرتکب خلاف شدند، خلاف کردند، مثل اختلاس از یکی از شعب بانک ناسیونال پاریس. من نمیدونم. شما قضیه رو با آقای دیبا نگفتین که؟ نه آقا، مگه از جونم سیر شده بودم؟ خیلی میترسیدم. اگه میدونستن که من این اطلاعات رو دارم، منو مینداختن تو زندان پلیس سیاسی. قربان، شما به من قول دادین کمکم بکنید. اگه این مطالب به گوش آقای دیبا برسه، منو میکشن، همینجا خفم میکنن، اعدام میکنن. قربان، نگران نباشین، من به قولی که دادم وفادار خواهم. از اینکه این اطلاعات هم به من دادین خیلی متشکرم. حالا خیلی چیزا روشن شده. فقط یادتون باشه اگه از شما استنتاق کردن، هرگز در مورد این مطالب حرفی نزدین. چش سلام. آقای وکیلی، میتونین از فردا سالونو افتتاح کنین. تحقیقات به اتمام رسید. خیلی متشکرم. پس تکلیف عزودی و راحت چی میشه؟ تو حبس هستن، هر دو مظنون به قتل. دوسیه‌شون تا چند روز آینده تکمیل میشه و میره به محکمه، اما به هر صورت باید به جای آقای راحت یه آرتیست جدید بذارین. بیفایده است. با مرگ خانم سیمنون پیس ارزش خودش رو از دست داده. فعلا فیلم نمایش میدیم تا پیس بعدی آقای فکری آماده بشه، و این مطمئنن وقت میبره. ببخشید آقای وکیلی، برای لوژ مخصوص هم بلیت میفروشید؟ خیر، مخصوص اشخاص خاصه، اغلب با کارت دعوت میان. شب حادثه هم کسی در اونجا بوده؟ اجازه بدین. بله، معاونت محترم نظمیه رزرو کردم. خودشون هم اومده بودن؟ خیلی، دو تا آقا و یک خانم اومده. مشخصات آقایون رفتن؟ هر دو بارانی پوشیده بودن، یکی خپل بود و دومی بلند و لاغر. خپل قیافه عجیبی داشت، با سیبیلای کلوفت، خیلی کلوفت. شما مشخصات کسی که اتاق خانم سیمنون رو تفتیش کرد به خاطر دارید؟ بله قربان، خپل بود با سبیل کلوفت. شاد شد. سلام موسی آنتون. باره بابای عالمی، خوش آمدی. که آمد اینجا از خوش آمدن؟ هر دفعه که میبینم تن شاعر رو تو گور میلرزونی. چه کنم، پیریه و هزار درد بیدرمون، اونا با این زندگی در هم و بر. همیشه بهانه برای غر زدن داری. مگه نشنیدی که میگن آدم 100 ساله یعنی آدمی که حداقل 100 تا دلیل برای غر زدن داره؟ بفرما جانم، بفرما. امان از دست تو موسی آنتون. گاسپار قهوه. الان. ممنونم آنتون، عجله دارم و باید برم. میخوام از این اوراق عکس بندازی، واضح و روشن. چی هست؟
دو سه تا نامه و چند سند دولتی، البته متعلق به فرانسه است نه ایران. خیلی اوراق شده. اگه میخوای همه چیز خونده بشه باید دو برابر کن. هر کاری میتونی بکن، فقط خیلی سریع و خانا به من برسون. مثل همیشه عجله داره. خیلی خوب، فردا آماده است. پولش پایگی. خودت یا اداره؟ پای خودمه، تخفیف هم یادت نره. حتما، مثل همیشه 10%. بسیار خوب، میتونم تلفن کنم؟ اداره تامینات آسپیران دودکار، بفرمایید. سلام، من علوی هستم. سلام قربان، شما کجا هستین؟ از صبح تا حالا چند بار رئیس اداره هزارتون کرده؟ در مورد چی؟ گمون کنم در مورد دوسیه جنایت گراند سینما. ظاهرا سفارت فرانسه از وزارت خارجه خواسته که قضیه این قتل هر چه زودتر حل و فصل بشه. وزارت خارجه هم در این مورد به اداره تامینات تلفنگرام زده. من تو عکاسخانه موسی آنتون هستم، تا نیم ساعت دیگه میام اداره. یه سوالم داشتم، تو یه آسپیران تو اداره پلیس سیاسی میشناسی با سیبیلای پرپشت و خپل؟ سه نفر رو میشناسم قربان. طرف چاق و قد کوتاهه. پس میمونه یکی، آسپیران نصیری، خپل با سیبیل کلوف. مامور خاصه معاونت نظمی است، آدم بیرحم و کله خری هم. خیلی ممنونم، کمک بزرگی کردی. نیم ساعت دیگه ادارم. آره. بفرمایید. متشکرم. از صبح تا یک ساعت پیش مشغول آماده کردن دوسیه بودم. کامل شده؟ نه، هنوز هیچ کدوم از مظنونین به جرم خودشون اعتراف نکردن. من راپورت آسپیران دودکار رو مطالعه کردم. مظنون اصلی محمود عزادیه که تپانچه رو در اختیار داشته. اگر پرویز راحت از قضیه مطلع بوده، شریک جنایته، و اگر مطلع نبوده جرم اصلی میفته گردن عزودی. ممکنه قربان. پس باید یه بار دیگه از هر دو استنتاج کرد. این دوسیه رو باید بی عیب و نقص تحویل من بده. چشم. شما هم تو این استنتاق هستین؟ خدا رو شکر نه، چون این دفعه با کتک از زبونشون حرف میکشن. من این رویه رو دوست ندارم. فکر میکنین عزادی قاتله؟ نمیدونم، فقط میتونم بگم رابطه مشکوکی با هم داشت. چه رابطه ای؟ نمیدونم. مسئله خاصی بوده؟ شاید بوده. من چند بار به عزادی تذکر دادم ولی توجه نمی کرد. وضع مالی عزادی چطوره؟ نیست، کارمند دیگه، به اندازه بقیه مواجب می گیره. پس در این ماجرا انگیزه قتل یا حسادت بوده یا اخاذی، در هر دو صورت جرم عزادی مفرزه، سرش رفت بالای دار. آقای کاراگا باور کنین این یه بهتانه. عزادی آدم اهلیه، هیچ وقت دنبال الواتی نرفته، هیچ وقت هم دنبال زنی دیگه ای نبوده، همیشه سرش به کار خودش گرم بوده. بسیار خوب، بارون باشید، من سعی میکنم کمکش کنم. امکانش کمه قربون. اقراریات سریع خودش و اظهارات رژیسور نمایشنامه حاکی از توطئه برای قتل بوده. نه، حتما به زور ازش اقرار گرفتن. اون آقای فکری هم دروغ میگه، خودش دنبال این کاراست. اون وقت به اسم شوهر بدبخت من تموم میشه. آقای کاراگا کمکم کنید، شما رو به خدا کمکم کنید، نذارین شوهر بیگناه من بی خود و بی جهت سرش بالای دار بره. من که به شما گفتم من سعی خودم رو میکنم، مطمئن باشید. خدا عوضتون بده، خدا از سروری کمتون نکنه.
سلام آقا. سلام گاسپار. موسیو آنتون کجاست؟ تو تاریک خونه. عکسای شما حاضره. متشکرم. کار موسیو آنتون خیلی طول میکشه؟ بله، داره نگاتیف ظاهر میکنه. بسیار خوب. شب برمیگردم، هم پولشو میدم و هم نگاتیو عکسا رو میگیرم. به آنتون بگو نگاتیوا رو کنار بگذاره. خداحافظ. خوش اومدی. سلام قربون. سلام سرکار آسپیران. خبر دارین؟ چه اتفاقی افتاده؟ در چه مورد؟ همین قضیه قتل تو گران سینما دیده. عزودی آزاد شده؟ شما کجا خبر دارین؟ خبر که نداشتم، اما مطمئن بودم که قبل از محکمه آزاد میشه. پرویز راحتم که قبلن آزاد شده بود. حالا فقط میمونه یک تپانچه، یک جسد و یک توجیه. قتل غیر عمد و تصادفی بوده. پناه بر خدا، غیبگو هم که شدین. تمام این حرفا این تو نوشته شده. امروز از نظمیه رسیده. یاور سعدی بعد از مطالعه دادش به من که به عنوان برگ آخر دوسیه ازش استفاده کنم. و بعدم دوسیه بایگانی میشه. بله، البته یه نسخهش هم باید بفرستیم وزارت خارجه. خیلی میبخشین قربون، ولی شما کجا فهمیدین عزودی آزاد میشه؟ خودم دردی بیشو دادم. چجوری؟ ساده از سرکار آسپیران. از همون تحقیقات اولیه فهمیدم که یه اشکال مهم در فرضیه قتل خانم سیمنون به وسیله تپانچه موجود در صحنه نمایش وجود داره و اونم نحوه ایستادن خانم سیمنون بوده. خانم سیمنون همیشه نیمرخ به دو آرتیست دیگه قرار میگرفت و در صورت شلیک واقعی گلوله باید از پهلو یا جلو به خانم سیمنون اصابت میکرد، ولی گلوله تقریبا از پشت اصابت کرده و بعد از پاره کردن قلب از جلوی بدن خارج شده. پس به این نتیجه رسیدم که خانم سیمنون از زاویه دیگه ای مورد هدف گلوله واقعی قرار گرفته. بعد که گلوله شلیک شده رو بررسی کردم، متوجه شدم که متعلق به تپانچه نیست و احتمالاً با یک اسلحه قوی تر مثل تفنگ شلیک شده. با اظهارات رژیسور نمایش و عزادی مدیر صحنه و آقای راحت آرتیست نمایش و مسئولین گراند سینما و گراند هتل، حدسم در مورد قتل زیرکانه خانم سیمنون تأیید شد. بعد تو اتاقش در گراند هتل مدارکی پیدا کردم که نشون میداد خانم سیمنون قصد اخاذی داشته. از کی؟ از رئیس دایره محاسبات دربار
عبدالحسین دیبا. تحقیقاتم نشون میداد که آقای دیبا مدت‌ها در پاریس با خانم سیمنون مراوده داشته و حتی با کمک هم چند فقره کلاهبرداری هم کردن که البته در هیچ مورد گیر نیفتادن. بعد آقای دیبا مورد توجه وزیر دربار قرار میگیره و تبدیل به قدرتمندترین مشاور اون میشه. حالا وقت برای اخاذی فرا میرسه. خانم سیمنون مدارکی در اختیار داره که میتونه به وسیله اونا آقای دیبا رو تهدید کنه. آقای دیبا متوسل به معاون نزبیه میشه و چون خانم سیمنون تبع فرانسه است و آرتیست نیمه مشهوری هم هست، به سادگی نمیشه سرش رو زیر آب کرد. بنابراین آسپیران نصیری مأمور این کار میشه. شب حادثه لوژ مخصوص به وسیله معاونت نظمیه رزرو میشه. آسپیران نصیری و همکارش آماده عملیات میشن و درست در لحظه ای که پرویز راحت در صحنه گلوله غیر واقعی رو شلیک میکنه، تفنگ آسپیران هم که مجهز به صدا خفه کنه شلیک میشه. این ترتیب یک مزاحم از میان برداشته میشه. طبعا گناه قتل یا به گردن آرتیست نمایش میفته یا مدیر صحنه که بنا به اظهارات دیگران عزودی مدیر صحنه قاتل قلم داد میشه. ولی چطوری رأی نظمیه برگشت؟ از مدارک عکس تهیه کردم و برای معاونت نظمیه فرستادم و تو اون نامم تهدید کردم که اگر عزودی آزاد نشه مدارکو به سفارت فرانسه میفرستم و در این صورت رسوایی بزرگی برای نظمیه و شخص عبدالحسین دیبا پیش می اومد. تهدید من کار خودش رو کرد و یه آدم بیگناه آزاد شد. بازی خطرناکی رو شروع کردین قربان. خطرناکتر از بازی خانم سیمنون و عبدالحسین دیبا نیست. حالا میخواین مدارک رو چه کنین؟ میفرستین سفارت فرانسه؟ نه سرکار آسپیران، نگه میدارم. حتی اگر عزودی محکوم به مرگم میشد اونا را به سفارت فرانسه نمیدادم. کار من فقط یک بلوف بود. چرا نمیدادی؟ چون حربه میشد برای دولت فرانسه که از ایران اخاذی کنه. هرچند که من چندان از وضع موجود راضی نیستم، ولی اینجا مملکت منه. حاضر نیستم به یک کشور بیگانه برای تأخیر کشورم کمک کنم و باج بدم. حالا مدارکو توی جای مطمئن و محکم مخفی کردم. یه جای محکم و بسته مثل دهن آسپیران دودکار. مخلص.